به نام خدای کمی نزدیکی. سلام، وقتتون بخیر اهالی مردم خبر. امروز 20 آبان ماه و 11 نوامبر روز جهانی اوریگامی یا هنر تا کردن کاغذ هستش. به همین مناسبت در خدمت دوست و شاید یک جوری از هنرمندان عزیز کشورمون در زمینه اوریگامی و هنر تا کردن کاغذ هستیم، سرکار خانم زهره بحرالعلومی. اونایی که عصر جدید رو خیلی خوب دنبال میکردن با چهره ایشون کاملا آشنا هستن. سلام خانم بحرالعلومی، وقتتون بخیر. سلام، ممنونم، مرسی. منم سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان و ممنون از دعوت خواهیتون. سلامت بشید. خب خانم بحرالعلومی، حالا به مناسبت همین روز در مورد اوریگامی برامون صحبت کنید. اصلا از کجا اومده و چجوری وارد ایران شد؟ اوریگامی خب یه واژه خیلی شاید جدید باشه برای ما. اوری یعنی تا کردن و گامی یعنی کاغذ. تغییر یافته کلمه کامیه و این کلمه ژاپنیه، چون زادگاه هنر اوریگامی ژاپن بوده. پس اوریگامی میشه گفت تا زدن کاغذ بدون استفاده از چسب یا برش. اینکه چطور شد اومد اوریگامی توی ایران، مثل خیلی از کشورهای دیگه شاید سندیت نداره، ولی چیزی که حالا راجبش صحبت شده من این برمر شنیدم اینه که مارکوپولو خیلی باعث این اتفاق بوده. اینکه مارکو چه آوردی هنره اوریگامی؟ بله، توی اقامتگاه ها که میموندن کاروانسراها، خب به هر حال به همدیگه هنره که داشتن منتقل میکردن و گویا مارکوپولو اونجا قایق، موشک، نمکدون و پیراهن و اون قورباغه‌ای که میپره اینا رو یاد گرفته، بعد همین جوری سینه به سینه چرخیده. و چون خیلی از آدمایی که تو دنیا هستن اوریگامی رو با قایق و موشک و نمکدون، همون فالگیری که تو بچگی ها بازی می‌کردن، با اون میشناسن اوریگامی رو. شما خودتونم از همون چیزا فکر کنم مشتاق هنر اوریگامی شدید، درسته؟ بله، من فکر می‌کردم اوریگامی جادوه. یعنی اولین باری که پدر بزرگم تو 5 سالگی برام یه دونه کلاه درست کرد، بعد مامانم اون کلاه رو تبدیل کرد به یه قایق، بعد خالم با یه کاغذ دیگه یه قایق دیگه درست کرد. من احساس میکردم اینا دارن جادو میکنن، چطور میشه یه صفحه صاف اتفاقای عجیب غریب براش بیفته. یعنی من جذب جادوی کاغذ و تا شدم و احساس کردم که میشه باهاش خیلی اتفاقای جدیدتر خلق کرد. تا چه سنی بعد از حالا بچگی که مشتاقانه با پدر بزرگ بازی میکردید، تا چه سنی شد که وارد عرصه جدیتری در این هنر شدید؟ خب خیلی عجیب نیست اگه بگم اینترنت باعث شد که خیلی از اتفاقات تو ذهن آدم ها شکل بگیره. من تا شاید راهنمایی فکر نمیکردم اسم این بازی اوریگامی، اسم علمیه، اسم تخصصی شه. اسم ژاپنی هم هست دیگه، چون بله. یعنی تو کل دنیا اوریگامی رو حتی به لاتین هم اوریگامی میشناسن. حرف سر اینه که تغییر پیدا نکنه. این هنر سنتی ژاپنه و اگر الان شاید یه جاهایی بهش میگن پیپر فولدینگ یا مثلا میگن تا زدن کاغذ، داره با علم آغشته میشه، ولی ترجیح به اینه که اسم سنتی اوریگامی تغییر پیدا نکنه. خب این بیشتر حالا ما به عنوان هنر میشناسیمش، ولی خب اونطور که حالا من سر صحبتهایی که قبل از برنامه با شما داشتن در بحث صنعت و علم هم وارد شده، درسته؟ بله. ببینید اوریگامی رو از هر زاویه‌ای که نگاه کنیم، یعنی از هر زاویه‌ای که نگاه کنیم هنر دیده میشه. بله. ولی در واقع اینجوریه که خیلی از آدمای دنیا اوریگامی رو کاردستی میبینن، یه تعداد کوچیکشون هنر میبینن و یه تعداد خیلی خیلی کمتری اونو تخصص و علم میبینن. و یه جایی از ماجرا اوریگامی دیگه تکنیک میشه و روش تا زدن کاغذه که میتونه کاغذ بره کنار و متریال عوض بشه. خب خانم بحرالعلومی، من حالا سوالامو دارم یه ذره مرور میکنم ببینم کدوم سوالا الان قشنگتر رو مطرحشون کنم. قشنگترین اوریگامی که ساخته چی بوده یا سختترینشون؟ قشنگ ترین که خب چون کار من اینه، یعنی من تمام زندگیم شب و روزم تا زدن که صحبت کردیم، تمام زندگی ایشون و همسر واقعا مهربان و خوشفکر خودشون و بحث های مطرح شده بین ما اینه که خب تمام زندگیشون واقعا ایشون گذاشتن در زمینه این هنر و آموختن اون به دیگران و بحث های مطرح شده که حالا خودتون بیشتر توضیح بدید که چه کارهایی تو این زمینه کردن و سوال منم جواب بدید. بله چه ببین اوریگامی میگم برای من شاید یه اتفاق با یه جادو شروع شد و بعد هی رفت جلو، هنرش جذاب تر شد، از حالت کاردستی خارج شد و
برای مهم شد که لابلای کاغذ داره این تاها چه اتفاقی میفته و کشف این اتفاق برای من جذاب و شیرین بود و لحظه ای که فهمیدم میتونم خودم شکل خلق بکنم و میتونم خودم کشف بکنم این معماها رو، خب شیرین و شیرین تر شد. بعد دیگه نمیتونم بگم این قشنگه اون زشته، لابلای ایناست که برای من جذاب ترش کرده. ولی واقعا اغراق نیست اگر بهتون بگم همچنان برای من جذاب ترین و دلانگیز ترین شکل اوریگامی دورنای کاغذیه. همینی که به من بله یه جورایی هدیه دادید به من و آرزو کردم همین دیگه، درسته؟ بله بله. برای من خیلی از رازهای اوریگامی تو همین اتفاق چند تا یه کوچیکه و خب میتونه خیلی از معماهای اوریگامی رو جواب بده همین دورنای ساده. واقعا؟ البته بگم اوریگامی شاخه بندی داره، چون تو ذهن عوام این شکلیه که اوریگامی یعنی تا زدن کاغذ و تمام، ولی اوریگامی در واقع مثل خیلی از تخصصهای دیگه شاخه بندی شده. مثلا ما شاخه سنتی داریم، شاخه پیچیده داریم، ماژولار داریم، تسلیشن داریم. مثلا ما یه شاخه اوریگامی داریم به اسم تسلیشن. ببینید کاغذ شبیه به هم تا میشه و بعد گره های شبیه به هم میخوره. این سبک با این سبک کامل متفاوته یا این سبک با اون سبک کامل متفاوته. این تفاوت رو بچه هایی که کار کردن اوریگامی راحت‌تر متوجهش میشن. برای همین مثلا من سبکی که خودم خیلی میپسندم سبک های هندسیه، چون با روحیه من با اون درسایی که من خوندم خیلی عجین‌تر و راحت‌تر درکشون میکنم. درسته. خب از همسرتون گفتیم و نشد امروز در خدمتشون باشیم، چقدر نقش داشتن در حالا اینکه این هنر بیشتر شناخته بشه و کمک کنم به شما که این رو بیشتر حالا اشاعه بدید، چون میدونم یه مرکزم دارید و در اون کار میکنید و نقش همسرتون رو لطفاً بفرمایید. سلامت باشید. والا مجید برای من یه همسر نیست، فقط یه همراهه، یه همدله، یه همیاره. یعنی ما از لحظه که تصمیم به ازدواج گرفتیم به این شکل پیش رفت که اوریگامی بود. یعنی شاید 3 ماه بعد از آشناییمون و ازدواجمون اوریگامی با ما شکل گرفت و با هم آوردیمش جلو. خیلی واضحه، نه فقط من بگم، بچه های روشنا میدونن، بچه هایی که با هم دیگه کار میکنیم میدونن که اگر مجید نبود و اگر پشت کارش نبود هیچ وقت نه زهره بهرولمی دیده میشد و نه اوریگامی اینقدر شکل میگیره و نه اینکه من اگر همراه خوبی نبود من هیچ وقت فرصت تا زدن بیشتر نداشتم و اوریگامی شاید 12 سال پیش کلن از ذهن میرفت و هیچ وقت اتفاقای بزرگ با شکل نمیگیره. خب شما تو این زمینه چقدر حالا حضور بین‌المللی داشتید یا چقدر از افراد بین‌المللی که تو این زمینه کار کردن تو کشور اومدن و با شما همکاری داشتن؟ در مورد مرکز روشنان بگید، بیشتر توضیح بدید. ببینید من و مجید اعتقاد داریم که اگر قرار کاری انجام بشه باید مکتوب بشه و ثبت بشه. برای همین کمر بستیم به ثبت کردن مرکزی توی ایران که فعالیت مشخصی در رابطه با اوریگامی داشته باشه و اون شد روشنا. روشنا که به اسم یه مؤسسه ثبت شده، یعنی ما یه مؤسسه داریم به اسم، اجازه است بگم بفرمایید، به اسم سرزمین کاغذ و تا. ولی خب خیلی روشنا میشناسن هنوز ما رو و بعد دیدیم نه، نمیشه فقط تو ایران، چون اوریگامی یک هنر و یک علم بین المللیه، نمیشه فقط تو ایران بمونه. برای همین با ژاپن ارتباط گرفتیم و رزوممون رو فرستادیم، از کارامون براشون گفتیم و اونا ما رو به رسمیت شناختن. نمایندگی یکی از معتبرترین مراکز اوریگامی دنیا رو، یعنی نوعا رو به ما دادن تو ایران. ما چند سالی از طریق همون ژاپن مسئولیت این رو داشتیم که بریم تاجیکستان اوریگامی رو معرفی کنیم و همجوری فعالیتمون رو داریم سعی میکنیم حداقل اطراف ایران یه مقدار تخصصی تر اوریگامی رو مطرح کنیم. خب الان چند نفر تو ایران داریم که تخصصی دارن تو این زمینه کار میکنن؟ ببینید تو این 12 سال آدمای زیادی با اوریگامی آشنا شدن. یعنی من بهتون بگم مثلا ما امروز که روز جهانی اوریگامی خیلی برنامه ها داریم،
همینجوری میافتیم سطح شهر، یعنی یکیش خدمت شما رسیدیم، بقیهش رو همینجوری میچرخیم. امسال برنامه‌مونه که یزد بریم، دو روز مهمان یزد هستیم، اوریگامی رو معرفی کنیم. سال گذشته زاهدان بودیم، سعی میکنیم جاهایی که اوریگامی درست معرفی نشده به اوریگامی رو تخصصی تر معرفی کنیم. برای همین تعداد افرادی که توی سطح با اوریگامی آشنا شدن خیلی زیاده، ولی تعداد آدمایی که تخصصی موندگار بشن توی حرفه اوریگامی شاید تو ایران نمیتونم عدد بگم، ولی خب اطراف خودم شاید مثلا 10 نفر حرفه‌ای خیلی ویژه داریم، ولی یه مقدار گسترده تر ببینیم که دارن نزدیک میشن به این 10 نفر، شاید 1000 نفر باشن. ما انجمنی به اسم انجمن اوریگامی نداریم یا جای خاصی که مثلا یه سطح بالایی باشه تو کشور و به عنوان یه NGO خاصی مطرح باشه؟ نه متاسفانه، شرایطی که تو ایران وجود داره اینه که آدم ها خیلی سخت توی گروه عضو میشن و خیلی سخت میپذیرن کار اصولی رو و طبق یه برنامه پیش برن. چیزی که من میدونم شاید روشنا تنها مرکزیه که سختیشو به جون خرید و ثبت کرد این مرکز رو توی ایران، و متاسفانه خب آدمایی هستن که دوست ندارن زیر یک پرچم فعالیت بکنن. گروه هست، گروه فعالیت میکنه و ما هیچ مشکلی با گروه های دیگه نداریم فعالیت بکنم، ولی متاسفانه همه جمع نیستم. ولی من باز خدا رو شکر میکنم که حرفه‌ای اوریگامی کنار روشنا هستن. خب خدا رو شکر. و این که خب شما برای من تعریف کردید که مشکلات شاید مالی تو این زمینم زیاد بوده تو این چند وقت چند سال اخیر، آیا خود مسئولین اومدن جلو به شما کمک کنن و شما چه انتظاری از مسئولین دارید؟ به نظر شما آیا ارزش اینو داره که روش سرمایه گذاری خاص بشه؟ چون میدونم که تو زمینه صنعتی هم داره روش کار میشه تو جهان. خب بالاخره سرمایه گذاری روی این قسمت مطمئنن زمینه صنعتی هم داشته باشه در کل کشور به سود ما خواهد بود دیگه مطمئنه. من از یه جایی به بعد دیگه قطع امید کردم و احساس کردم باید انرژی رو بذارم روی فعالیتم، وگرنه این همه درخواست حمایت کردن بعد یه وقت یه جا صدا میداد دیگه. برای همین ترجیح دادم وقتی که میخوام بذارم برای درخواست حمایت، حالا چه مالی چه معنوی، بذارم روی علم خودم پیشرفتم، یعنی به جای اینکه هی بریم در جاهای مختلف بزنیم درخواست حمایت بکنیم، خودمون شروع بکنیم به فعالیت کردن. البته من اشخاصی بودن که شخصی حمایت کردن، حمایت میگم من و مجید شاید دنبال پول نباشیم، خیلی هم برای شما فکر نکنم پول داشته باشن. نه ولی ما در این ماهایی که بیفتیم توی کاری، البته خب خیلی اینجوری هستم وقتی میفتم توی تخصصی، چون من فقط تخصص اوریگامی دارم و مجید شاید توی حیطه تولید و یه سری برنامه‌های کاری خودمون تخصص داره، ولی نیاز داریم به راهنمایی و کمک دیگران. ولی اینجوری نیستش که بگم که اگه کسی نیاد من کارم ایست میکنه. اگر همراهی بکنن، اگر دل به دل ما بدن، من قول اتفاقی خیلی بزرگ میدم. همونطور که ما الان یه بخشی توی روشنا درست کردیم که پژوهش و تحقیقه و چند سالیه که داره تحقیق میکنه روی مسائلی که اوریگامی رو با صنعت بیامیزه یه جورایی، بله، و الان اتفاقی که افتاده ما تونستیم فعلا 2 محصول داشته باشیم. چقدر خوب بله، بعد از یعنی امسال بعد از روز جهانی اوریگامی دومین محصولمون رو انشالله چی هست؟ حالا اگه میشه صحبتش رو کرد تو چه حالا هیته‌ایه؟ شما برای تو سوال نیست چرا من کار اوریگامی میکنم ولی اسم گروهمون روشن هست؟ به این فکر نکردم. چون هیچ ربطی به اوریگامی آره، ندارسته. آره. من تو ذهنم اعتقاد دارم که هر وقت نور جایی باشه باعث تعالی و رشد میشه. برای همین اسم روشنا رو به پیشنهاد مادر یکی از دوستای نازنینم سوا گذاشتیم روشنا، چون نورا بود، هی بالا پایین گریم رسیدیم به روشن و شد محبوب ترین اسمی که میشد برای این گروه گذاشت. و خیلی من دوست دارم چیزایی که روشنایی میاره رو دوست دارم و الان خدا رو شکر به همت دوستایی که دارن کنار روشن فعالیت میکنن، ما محصولاتمون یه لوسره و یه آباجوره که جفتشون همراه نوره. چقدر جالب، خیلی خوب. کجا عرضه قراره بشه و حالا تولید برسه؟ باید به هر حال چون تا توی این محصول وجود داره، باید دست بچه‌هایی که اوریگامی کار میکنن در حال، یعنی
شاید اولین خروجی صنعتی و تولیدی محصول اوریگامیه که بچه‌هایی که اوریگامی کار کردن توش فعالیت میکنن و دارن تولیدش میکنن. ولی خب فعلا بازاری که براش دیدیم شاید جایی که لوکس فروشی هن یا شاید از طریق صفحه‌های مجازی بتونیم معرفیش بکنیم. اگه انشالله این محصول خوب استقبال بشه، ما خیلی از اتفاقای دیگه همونم که انشالله. پشت لیست هم یکی یکی میاد جلو انشالله که مسئولین هم حتما حمایت کنن از این. بالاخره شنیدیم و همونطور که شما هم گفتید در کشورهای چند تا از کشورهایی که اسمشون هم بردید از جمله حالا کشورهای اروپایی که مطرح کردید دارن از لحاظ صنعتی روی این یک جورای علم بحث میکنم و روش سرمایه گذاری میکنم. خب سرمایه جان مثلا یه ذره که فکر بکنیم ببینید اوریگامی خیلی تو زندگی ما وجود داره. یه مثلا همین میز صندلی هامون اونه که تخت خواب شوان تا شوان اینا رو میدید خیلی مثال خیلی دم دستیه. من یه چیزی که خیلی سعی میکنم ملموس همیشه مثال بزنم کیسه هوای ماشینه. ایربک تو کسری از ثانیه باز میشه بدون اینکه گره بخوره و جون آدما رو نجات میده. این اوریگامیه. اصلا یعنی ما اگر که به این علم، به این تکنیک، به این متد بها بدیم میشه ازش اتفاقای بزرگ رو خلق کرد. انشالله ما هم امیدواریم که یک روزی بیش از این تو صنعتمون از این هنر و یک جورای صنعت استفاده بکنیم. خب حرف آخر؟ حرف آخر که من خیلی خوشحالم بعد از سالها فرصت این شد که من روز جهانی اوریگامی رو 11 نوامبر یعنی 11/11 رو تبریک بگم به شما و کلی آدمایی که اوریگامی دوست دارن یا دوست دارن کاغذ تا بزنن و برای خود من و اهالی روشنا خیلی شیرینه این اتفاق و اینکه خوب این اطلاع هم داشته باشین که چرا روز جهانی اوریگامی شده 11/11 یعنی 11 نوامبر 4-1 هر کدوم از این یکا نماد یکی از ضلعهای مربعه و چون اوریگامی اغلب شکل سنتیش با کاغذ مربع درست میشه این روز گذاشتن روز جهانی اوریگامی و جذابتر از اون این که 11 نوامبر روز پایان جنگ جهانی اوله و برای همینه که اوریگامی و صلح با هم آمیخته بله شده. بله من روز جهانی صلح هم یه جورایی هست به صلح هم با برنایی که حالا بله 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 یعنی برای من همیشه اوریگامی حال خوبه، برای من اوریگامی یعنی لبخند و کلی انرژی و برای همین که خودتون هم کلی انرژی مثبتید خانم و واقعا تو چند ساعتی که با شما آشنا شدم این رو کاملا میتونی یعنی صحبت های شما در برنامه عصر جدید و اون حالات شما اصلا مصنوعی نبوده و کاملا من با پوست خونم در کردم در این چند دقیقه. امیدوارم همیشه سالم باشید در کنار همسر خوبتون و همیشه موفقیت هاتون روزافزون بشه و همچنین مسئولین محترم کشورمون هم به این محصولات توجه کنند از زمینه تجاری و صنعتیش. انشاءالله سلامت باشید. ممنون دعوت کردین. خیلی خوش گذشت. مرسی. سلامت باشید. از شما اهالی مردم خبر هم که با ما همراه بودید در روز جهانی اوریگامی ممنونم. همچنان با مردم خبر تی وی آنلاین باشید.